بسم الله الرحمن الرحیم. به نام و یاد خداوند مهربان، سلام و درود عرض می کنم خدمت همه شما عزیزان و دوستان محترم فارسی زبان در هر کجایی که هستید عزیزان، و برنامه خودتان، برنامه زنده روشنا را نگاه می کنید. انشالله که همواره صحتمند و سلامت، جانجور و تیار باشین، در پناه خداوند مهربان زندگی خوب و خوش داشته باشین، در کنار فامیل محترمتان صحتمند زندگی کنید. یک روزی چهارشنبه دیگر است و باز هم در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، خانم عالمی بزرگوار، از حضورشان استفاده میکنیم. سلام علیکم خانم عالمی، بسیار خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما کارشان مجری محترم و همه بینندگان عزیز. متشکرم شما. خانم عالمی، بحث ما در جلسه گذشته، در چهارشنبه گذشته، همطور که بینندگان محترم ما هم در جریان هستند، در مورد مسئله حجاب است و مسائل مختلف در رابطه با این موضوع را، که یک موضوع بسیار حساس هم هست و مبتلا به هم هست، را بررسی میکنیم. در جلسه گذشته شما برای از ما بینندگان از ما توضیح دادید که حدود حجاب چی میتونه باشه و او چیزی که شرع برای ما مشخص کرده چیست، و برای بینندگان از ما فرمودین که باید که صورت پوشانده شود، باید که جلوی بالاتنه پوشانده شود که برآمدگی های بدن معلوم نشود، و همچنان لباس باید ترجیح یک لباس بلند باشه که تا پایین و پای خانم پوشانده شود. اما که کیفیت ای پوشش چی میتونه باشه بستگی به عرف داره. یک عرفی که نقض کننده ی حد شرعی حجاب نباشه میتونه که یک پوشش خوب را معرفی بکنه. در هر عرف، در هر کشوری که انسان ها زندگی میکنن، میتونه پوشش ها متفاوت باشه با رعایت عمیق حدودی که مشخص شده در قرآن عظیم باشه. اما خانم عالمی، یکی از سوالاتی که در مورد مسئله حجاب مطرح میشه و نتیجه گیری های مختلفی از این سوال با توجه به پاسخی که برش داده میشه گرفته میشه، است که آیا حجاب بسیار دست و پاگیر نیست برای حضور زن در اجتماع؟ یعنی مانعی برای حضور زن در اجتماع نمیتونه باشه؟ چون اگر که میخوای که فرد فعالیت اجتماعی داشته باشه، اینگونه میگن که باید که آزادتر باشه، بتونه یک فعالیت های رو انجام بده، یک کارهایی رو انجام بده. اما وقتی که یک زن حجاب داره، پوشش میکنه، دیگه نمیتونه بسیاری از فعالیت هایی که مردها در اجتماع انجام میدن را انجام بده. کما اینکه اگر همون مرد هم یک مثلا پوششی مانند پوشش زنان به سرش باشه، قطعا برش سخت میشه که کارها را انجام بده. میگن که حجاب مانع حضور اجتماعی زن هاست. باز یک عده دیگه از این نتیجه میگیرن و میگن که پس ما میتونیم بگیم که اسلام مانع هست برای حضور زنها در اجتماع، یا منع کرده، منع کرده حضور زنها را در اجتماع و مخالف قضیه است. یک عده از مسلمان ها از این نتیجه میگیرن و دیگه زنهای خود را نمیمانن که در بیرون از منزل فعالیت داشته باشن. یک عده دیگه هم نتیجه دیگه میگیرن، احساس میکنن که اسلام یک دین است که مخالف حضور زن هاست، پس یک دین غیر منطقی است، روحن نمیتونن چنین مسئله رو بپذیرن، پس خدای نکرده کلا اسلام را نفی میکنن. ما بسیار هم دیدیم کسایی که جزو منتقدان به اسلام هستند، یکی از نقد هایی که بر اسلام مطرح میکنن همیست که میگن اسلام دین است که مانع حضور زنها در اجتماع است. در مورد این مسئله شما چه گپی دارید؟ خب بحث رو از اینجا شروع میکنیم که همطور که شما فرمودین، یک عده از مخالفین حجاب معتقد هستن که اصلا وضع قانون حجاب برای زن ای بوده که زن رو ممانعت کنه از حضورش در اجتماع. ما وقتی که به نهاد قانونگذاری شرع نگاه میکنیم، وقتی میبینیم که خداوند متعال، شارع مقدس، اومده قوانین و دستورات و قواعد حجاب رو برای زن مشخص و روشن کرده و نشان داده و گفته که یک زن باید به این شکل و به این کیفیتی که حالا ما در برنامه قبلی گفتیم، زن باید حجاب داشته باشه. بله. این قوانین و قواعد رو وقتی مشخص کرده، در این قواعد رو برای چی مشخص کردن؟ اصلا هدف
شارع مقدس از وضع قواعد و مقررات حجاب چی بوده؟ آیا زن رو براش قانون حجاب رو مشخص کرده که در حریم شخصی خودش حجاب داشته باشه؟ یعنی اون حداقل حجاب رو که ما در جلسه قبل گفته بودیم که حداقل حجاب در قرآن آمده که باید یک روسری یا یک مقنعی باشه که سر و گردن رو بپوشونه، یا حتی اکثری که همون چادر یا جلبابه که به تعبیر قرآن کریم اومده. آیا این حجاب زن، این حجابی رو که قانونگذار برای زن مقید کرده، آیا در حریم شخصی خودش مقید کرده؟ گفته زن در خانه بشینه، زن باید خانه نشین باشه، حق نداره در اجتماع حضور داشته باشه، ولی باید با این شکل حجاب داشته باشه؟ منطق اصلا نمیتونه، اصلا عقل این رو نمیپذیره که قانونگذار چنین مقررات برای زن صرف در حریم شخصی خودش قرار داده باشه. بنابراین خود همین وضع قوانین و مقررات حجاب نشان دهنده این هست که پیش بینی شده برای حضور زن در اجتماع. یعنی این مقررات قرار داده شده بده برای اینکه زن در اجتماع حضور داشته باشه. مثل همین قانون مقررات راهنمای رانندگی، شما تصور داشته باشید چرا باید وقتی که هیچ ماشینی از در خیابان ها حضور نداشته باشه، آیا میتونیم بگیم که این مقررات راهنمای رانندگی باشه، مقررات ترافیک باشه برای ماشین ها، ولی این موترها اینا باید در خانه هایشون باشه؟ یعنی کسی حق نداره این موترها رو از خانه بره بیرون، اینا موترها در خانه باشه، ولی این قواعد ترافیک از این قرار و از این قرار و از این قرار هست؟ این اصلا کاملا با عقل و منطق مطابقت نداره. قواعد حجاب هم همینطور هست. اگر شارع مقدس قواعد حجاب رو برای زن مشخص کرده، بنابراین زمینه حضور او رو در اجتماع به نوعی داره فراهم میکنه. این خواهد به زن این مجوز رو صادر کنه که زن در اجتماع میتواند حضور داشته باشد، ولی با این قواعد، ولی با این قواعدی که مشخص شده برای بله. با این حدود. با این گفته شما، نظر او دست از افراد که میگفتن که بناهن از قواعد و قوانین حجاب ما نتیجه میگیریم که زن نباید در اجتماع حضور داشته باشه، نظر اینها نفی میشه و برعکس اثبات میشه که اتفاقا اسلام به عنوان پیشورز قبول کرده که زن هم مانند مردها میتونه که در اجتماع حضور داشته باشه. دقیقا همینطور است. یک از ممکن است بگن که خب نه، اسلام یک دینی هست که زن رو گفته در خانه حبس باشه و هیچ حق بیرون آمدن از خانه نداشته باشه، چرا که این در اوایل صدر اسلام به عنوان یک تنبیه برای زن محسوب میشد، یعنی برای زنانی که دچار خطا میشدن، خطاهای مخصوص، اسلام به عنوان یک سری مجازات های موقتی برای زن این مجازات رو میگفتن که آره زن باید در خانه حبس باشه. بنابراین این اصلا کاملا مغایر هست با برنامه هایی که الان برای زن پیش نهاده شده. این زن وقتی اون قواعد رو که در مورد حجاب برای زن و مرد پیش بینی شده، همون بحث حضور در زن در اجتماع با اون شرایط و قواعدی که خداوند متعال در قرآن کریم بیان کرده. درست. و اما یک عده دیگه میگن که نه، خب حجاب هست، حالا این حجاب هست، حجاب برای زن مشخص شده، ولی خود این حجاب مانع فعالیت میشه در اجتماع. حالا ما قواعد رو قبول داریم، حجاب رو قبول داریم، قوانین رو قبول داریم، ولی خود همین حجاب، وجود این حجاب باعث میشه که زن از فعالیت در اجتماع باز بمانه. اما ما میخواییم بگیم که چه نوع فعالیتی، دقیقاً چه نوع فعالیتی هست که حجاب مانع او فعالیت میشه. شما تصور کنید یک زنی رو که حالا در یک دکانی مشغول به یک فعالیتی هست، حالا فعالیت تبلیغ در مورد هر جنسی ممکن باشه، این زن از تمامی، از حد اکثر اون جذابیت زنانگیش ممکن است در اون دکان استفاده بشه برای که به بهره‌وری اقتصادی برسه. خب این بالاخره زن ها یک جاذبه هایی دارن که الان میبینید، خب در تبلیغات، در تمامی بیشتر مکان های فروشگاهی، در عرصه های اقتصادی و تجاری، خب از زنها خیلی استفاده میشه به خاطر اون جاذبه های جنسیتی که زن داره. حال اگر فعالیت از این نوع فعالیت جنسیتی باشه، نه فعالیت انسانی، خب این فعالیت رو حجاب واقعا خب قطعا مانعش میشه، چرا که ما مطابق اون
قواعد حجاب خودمون، زن از حضور جنسیتی در اجتماع کاملا منع میشه، منع شده. به زن گفته شده که در اجتماع ظاهر شو با این شرایط و با این قواعد، به عنوان یک انسان ظاهر شو، نه به عنوان یک جنس زن. تو زنانگی خودت رو، از زنانگی خودت، خودت در گروه یک اجتماع، یک ارگان یا هر دسته و گروه قرار بدی برای که بخوای در اجتماع فعالیت کنی. چنین فعالیت رو حجاب نمیپسنده و قبول نداره. صرف فعالیت های انسانی و اون فعالیت هایی که هیچ ربطی به زن و مرد نداره، این ربطی به جنسیت نداره، هم زن میتونه این فعالیت رو انجام بده و هم مرد. و اون جاذبه های جنسیتی زن در گروه اون فعالیت قرار نگیرن. درست. با چنین فعالیتی خب مسلما حجاب مخالف هست. حالا خب ممکن هست برخی از فعالیت هم هستش خب که در اون خب شکل این فعالیت ها و نوع ظاهر شدن زن در این فعالیت ها خب مسلما با هم دیگر فرق میکنه. مثلا یک زنی که در محیط دانشگاهی با عنوان دانشجو یا با عنوان یک مدرس ظاهر میشه، با زنی که در یک مزرعه کشاورزی خب همراه شوهرش کار میکنه، در یک زمین کشاورزی کار میکنه، این شکل ظاهر شدنشون مسلما فرق میکنه. پذیرفتنی کاملا مشخص است. یعنی عقل خودش تشخیص میده که این شخصی که وارد این اجتماع شده، وارد این فضا شده، خب این گروه و این فضا و این اجتماع چنو پوششی رو میطلبه. ما در حتی در بین اقوام و فامیل هم خب میبینید که روابط بالاخره وجود دارد دیگه. این روابطی که زن و مرد هست، اونجا هم همینطور پوشش ها متفاوت شده هست، تعریف شده هست و مشخص شده هست. و خب باز در کنار همین ها باز هم گفته شده که خب حجاب در این حال دست و باگیر هست. حالا حجاب قبول، همه ای رو میپذیرن، ولی حجاب دست و باگیر هست. حجاب مانع از کارکرد صحیح زن میشه. این بالاخره اگر که این حجاب نباشه، خانم عالمی راحت تر است دیگه. راحت‌تر هست. سری به سرش نباشه، چادری به سرش نباشه، یا یک لباس راحت تر بوشه. او قاعدتا در هوای گرم خب تحمل یک حتی عقلش که هم روسری هم خب واقعا سخت است. بله. ایره خب شاید حتی خانم ها بگن خب ای آقایان که این تجربه رو نداشتن، پس واقعا این فرصت یک شرایط خیلی سختی هست. حتی در همون هوای سرد هم که میبینیم خب شاید یک خانمی که چادرش باشه با دیگه لباس گلو لایست و بسیار رسوایی. وقتی که از خانه و مکتب میره، از مکتب برمیگرده، تمام تا کمر چادری ممکنه که گلالوده باشه. گلالود باشه بله. و این حتی زیر چادر پوشیدن لباس های گرم خودتان میبینید که چقدر سخت مشکل هست. این دشواری ها وجود داره، ولی باید در نظر داشته باشیم که وقتی شارع مقدس نهاد این قوانین رو برای تکلیفی رو برای ما مشخص میکنه، معین میکنه، تو به شما میگه که مثلا در شبانه روز چند رکعت نماز بخونیم، نماز صبح چند رکعت باشه، نماز ظهر خوبی کم بودن همون نماز صبح خب شاید علتش همین باشه که خب شارع میدونه که وقتی کسی که تازه از خواب بیدار میشه خب بیشتر از دو رکعت رو واقعا قدرت نداره نماز بخونه. ممکن هست لا یکلف لا نفسا الا وسعها، الا وسعها، یعنی خداوند متعال تکلیفی رو به بنده خودش نمیده که از دایره وسعش خارج باشه، این از توان اون تکلیف رو نداشته باشه. و ما واقعا درست است که خیلی سخت هست، شاید شرایط دشواری باشه، ولی واقعا خانم ها میتونن این کار انجام بدن. خیلی از فعالیت هایی هست که خب خانم ها مختص خانم ها هست، واقعا آقایان نمیتونن، ولی خانم ها میتونن. یکی از اونها همین پوشش و تحمل این سختی های پوشش و حجاب هست. بله. و وقتی خانم عالمی بزرگوار، انسان تصور میکنه که چه منافعی ممکنه داشته باشه این پوشش، قطعا سختی ها برش آسان تر میشه. اگر که مثلا انسان پوشش درست نداشته باشه، در معرض آسیب هایی که ممکنه قرار بگیره، قطعا شما در برنامه های آینده برای بینندگان از من توضیح خواهید داد، این آسیب ها ممکن انقدر زیاد باشه که کل زندگی یک زن را تحت تاثیر خودش قرار بده. انسان اهم و مهم میکنه، شرایط رو میسنجه و قطعا بین
نکات بین شرایطی که وجود داره و شرایطی که برایش مناسب تر است و به درد آیندهش و زندگیش میخوره انتخاب میکنه، گرچه که سختی داشته باشه. من وقتی برای آینده خودم تصمیم میگیرم، میگم که مثلا من تا 2 سال آینده میخوام که یک زبان خارجی رو یادم، چاینایی یاد میگیرم، انگلیسی یاد میگیرم، خب بالاخره یک سختی که باید به جان خودم بخرم دیگه. هیچ منفعتی بدون سختی به دست انسان نمیاد. و واقعا همطور هست، قطعا یک زن میتونه به راحت، حالا شاید راحت نباشه ولی با اون منافعی که در پشت این قوانین و مقررات هست میتونه این رو تحمل کنه. در کنار خب میتونیم یک، خب کسانی هستن که، خب خانم هایی هستن که ممکن است در جامعه فعالیت کنن، فعالیتشون خب ضروری باشه یا غیر ضروری. خب این کسانی که مثلا میگن که خب زن خب در زیر چادر بسیار برشون سخت هست با چادر، خب من یه خانمی هستم که دوست دارم با چادر درش مظاهر بشم، فعالیت داشته باشم، ولی خب چادر خیلی من اذیت میکنه، بنابراین من نمیخوام که از این چادر استفاده نکنم. خب این به این خانم گفته میشه که آیا واقعا فعالیت تو ضروری تر هست یا این دستوری که اسلام به عنوان برای تو داده برای رعایت او حجاب، او قواعدی که به تو ملزم، تو ملزم شدی برای رعایت اون. ولی خب یک عده میگن که نه، برخی از زنها هستن که مجبور هستن در اجتماع ظاهر بشن، زنانی هستن که سرپرست خانواده هستن و واقعا چاره جز حضور در اجتماع ندارن و اینها خب از طرفی هم نمیتونن واقعا با او پوششی که دارن به فعالیت یا اشتغال بپردازن. زنی که هستش که سرپرست خانوار هست و ما میخواییم بگیم که در پاسخ به این دست از افراد که خب واقعا فکر میکنم واقعا یک سوال به جایی هست، خب چون اسلام زن رو اجبار نکرده برای اینکه در محیط بیرون کار کنه دسته، شاید اولین پاسخی که اسلام بگه بگه که خب تو مجبور نیستی برای بیرون کار کنی، وظیفه مرد هست که مسائل اقتصادی خونه رو به عهده بگیره. یعنی زن تحت هیچ شرایطی اجبار نداره برای که بره بیرون از خانه کار کنه. او زنی که بره بیرون از خانه کار میکنه و به اقتصاد خانه کمک میکنه، داره یک لطفی به خانواده خودش میکنه. این ممکن است خب به هر حال اول خب پاسخ به همچین دست افراد ای باشه که خب زن هیچ ضرورت نداره کار کنه، ولی یک عده افراد هستن که واقعا ناچار هستن در بیرون از خانه به فعالیت بپردازن که کم هم نیستن در کشور از ما. بسیار هستن کسایی که بالاخره سرپرست خانواده خود در طی جنگ ها و ناآرامی هایی که در کشور از ما در سال های سال بوده از دست دادن، اینا ناگزیر هستن چی کنن؟ اگر که به سر کار نروند یا کار انجام ندن تا یک لقمه حلال به دست نیارن، مجبور میشن که گدایگری کنن خدای نکردم. و ما کم هم ندیدیم که بعد سر دکان نانوایی ها بسیار تعداد زیاد خانم های نشستن منتظر که یک نفر دلش به رحم یا یک لقمه نان به دستش بده که برای اولادای خود ببرن. متاسفانه همینطور هست، این واقعیت تلخ در جامعه ما خیلی زیاد وجود داره. حتی کسایی هستن که ممکن هست سرپرست هم داشته باشن، ولی خب سرپرستشون خب یا نباشه و یا بد سرپرست باشن، کسایی هستن که معلول باشن، معتاد باشن، مشکل داشته باشن، مریضی داشته باشن، رفتن مهاجرت کردن به کشورهای دیگه برای کار کردن و دیگه هیچ اثری از اونها نیست. خب این زن مجبور هست، خب نمیتونه ازدواج کنه، این زنی که حالا سرپرست نداره، موقعیت ازدواج براش وجود داره و خب مجبور هست اطفال خودش رو خب یک جوری اینها به یک نحوی باید اینها رو سیر کنه دیگه، شکم گرسنه که این حرفا رو نمیفهمه، باید سیر شوه. خب عالمی بزرگوار اگر اجازه بدین یک میان برنامه رو ببینیم، باز مفصل در مورد این موضوع با هم صحبت میکنیم انشاءالله. تشکر از شما بینندگان عزیز و محترم ما. شماره تماس ما رو که از یاد نمیبرید، مثبت 964-780-255-4013 شماره تماس است که به برنامه خودتان، برنامه روشنا اختصاص داده شده و شما بزرگوار میتونید که از طریق واتساپ با ما در ارتباط شوید. همین الان هم میتونید هر کدام سوال که در مورد موضوع حجاب دارید از کارشناس محترم پرسان کنید، از طریق واتساپ بر از ما روان کنید. حتما سعی میشه که در همین برنامه به سوالات شما بزرگواران پاسخ داده شوه. یک میان برنامه کوتاه را میبینیم و بسیار زود هم برمیگردیم.
چهل صبح خورشید گریان و نالان طلوع کرد، آسمان رنگ چهل غروب را با تمام وجود احساس کرد. چهل روز از عاشورای کربلا گذشت و عاشورای حسینی دیدار اربعین خیش را در پیش دارد. اربعین است کاروانی از دوردست های تاریخ و سوی سرزمین لاله ها رهسپار است. کاروان بر سر دراهی عشق و بدرقه، دیدار مجنون های خفته در آرامگاه شهادت را انتخاب می کند و به سوی مزار لاله ها رهسپار می شود. و دیگر این تپش قلب هاست که نشانه ورود کاروان است، نه صدای زنگ اشتران. کاروان رسید، اینجا کربلا است، سرزمین لاله های پرپر، جسم های پاره پاره و دست های گریان. چهل روز پیش در این سرزمین برق شمشیر کفر دستان آباور خیمه ها را برید و مشکی گریان و شرمنده بر روی زمین غلتید. گودال قتلگاه برای مظلومیت فرزند زهرا علیه السلام خون می گریست و زمین با دیدن خورشید بر روی نیزه لرزید. چهل روز پیش خورشید بر روی نیزه ها قرآن می خواند. جسم های بی سر پای مال سم اسبان بودند. تنور میزبان خورشید گشته بود و چوب خیزران ضربگاه خود را لبان خورشید انتخاب کرده بود. و امروز کاروان عشاق بار دیگر از کربلا می گذرد و رویای نیم شب چهل روز گذشته را تداعی می کند. تاریخ تفسیر زیبای کربلا را دوباره تکرار می کند و دفتر سبز کربلا سرفصل‌های عشق، ایثار، شهادت، شهامت و از خودگذشتگی را دوباره ورق می زند. التهاب قلب ها پایان اسارت را زمزمه و اشک چشم ها انتهای غریبی را تفسیر می کنند. آن روزها صدای زنگار کفر همه گوش ها را بسته بود و نوای حلم ناصر ینصرنی زیبنده گوش هیچ شنونده ای نبود. و امروز همه جا را سکوت فرا گرفته است و به جز صدای نجوای کاروان با مزار شهدا هیچ صدایی به گوش نمی رسد. امروز اربعین است و زبان شرمنده تفسیر آن. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان و دوستان و محترمان. شما بیننده برنامه زنده و مستقیم روشن هستید. شماره تماسی مثبت 964-780-255-413 شماره تماسی است که به برنامه خودتان اختصاص داده شده و شما میتونید که هر کدام سوال که در مورد موضوعاتی که در برنامه مطرح میشه دارید از کارشناسان محترم برنامه از طریق واتساپ برای از ما روان بکنید. انشاءالله قطعا حتما به سوالات شما عزیزان پاسخ داده خواهد شد. همچنان بزرگواران، همطور که شما میدانید ما در یوتیوب، در آپارات، توییتر، اینستاگرام، تلگرام و دیگه فضاهای مجازی هم حضور داریم. شما میتونید که شبکه هادی ششره، هادی تیوی ششره سرچ کنید انشالله و به کانال شبکه بپیوندید و برنامه خودتون از طریق دنبال
بکنید. همچنان در خدمت کارشناس محترم هستیم با ادامه مبحث حجاب و شبهات و سوالاتی که در این زمینه مطرح میشه. خانم معلمی بزرگوار، آخرین بحثی که قبل از این میان برنامه داشتیم این بود که شما فرمودید که برخی از افراد ممکنه نتیجه بگیرن از این که بالاخره حجاب داشتن نگم رو دشوار است و آسان نیست، از این دشواری نتیجه بگیرن. خب چرا زن به خودش این دشواری رو بده؟ اما بهتر که در خانه بشینه و در بیرون از خانه حضور نداشته باشه. اگر نیاز و ضرورت یا احساس نمیشه خود خانه بمانه، اما کاری که میخوای انجام بده در خانه انجام بده. اما خب مسئله است که بسیاری از زنها ممکن در جامعه وجود داشته باشن که شرایط را نداشته باشن و ناگزیر باشن که در خارج از خانه حضور هم داشته باشن، مثل زنهایی که مثلا ممکن بیوه باشن یا سرپرست نداشته باشن، پدر نداشته باشن، یک نفر نباشه که خرجشان را بده و اینها ناگزیر و ناچار باشن برای که خرج زندگی خودشان را به دست بیارن، یک لقمه حلال را به دست بیارن و بیرون از خانه حضور داشته باشن. سوال ما از شما است که این خانم ها چه کنن؟ اینها که ناگزیر هستن، مجبور هستن و از اون طرف دیگه حجاب هم دشواره هایی داره، چه کنن؟ در جواب این سوال میشه باید اولین چیزی که ما میتونیم پاسخ خود دستور اسلام به این دسته از زنها این هست که حکومت اسلامی اگر وجود داشته باشه در کشوری، یکی از حقوق زنانی که سرپرست ندارن و یا به هر نحوی به هر حال اینها سرپرست خود هستن، چه یا پدر ندارن یا همسر شوهر ندارن، اینها یکی از حقوقشان این هست، یک حقوق قایشان این هست که حکومت خرج اینها رو تا سقف ضرورت ها پرداخت کنه. همون قدری که یک شوهر باید خرج مخارج یک زندگی را تأمین کنه، حکومت اسلامی این خرج مخارجی افراد را تأمین کنه. که حالا متاسفانه خب در کشور ما همچین شرایطی بهش اون مقدور نیستیم، حکومت کشور ما چنین مسئولیت را برای زنهای بی سرپرست و بیوه اصلا قبول نمی کنه. تا حال که نپذیرفته بود و بعد از دیگه خدا می دانه. ولی خب در اسلام، در شرع اسلام این پیش بینی شدن یکی از حقوق زنان بی سرپرست همی هستن. ولی خب این حالا این زن ناچار هست خب وارد اجتماع بشه و برای خودش حالا یک شغلی را دست پا کنه و خرج اولادای خودش رو تأمین کنه، یا دختری هستش که حالا میکنه پدر نداشته باشه خرج خودش رو تأمین کنه، حالا این ناچار هست. ولی خب باز هم ما میبینیم که در اجتماع حجاب نمیتونه مانع افراد بشه. این هم ممکن هست این رو به عنوان بهانه مثلا بگن که خب این حجاب مانع هست، ما اگر فلان فعالیت رو انجام بدیم خب این حجاب همه را اذیت میکنه و هم ممکن هست نتونیم در او فعالیت خودمان موفق بشیم. ولی خب ما نمونه ها را هم دیدیم در طول تاریخ، از زمان اسلام تا همین الان زنانی بودن که در عرصه های مختلف در اجتماع حضور داشتن، چه به عنوان یک فعال اجتماعی، چه به عنوان یک زن شاغل در عرصه های مختلف، حتی در مشاغل خیلی سخت هم ما زنان رو دیدیم که به فعالیت پرداختن ولی حجابشون رو هم نگاه کردن، با حجاب خودشون توانستن این فعالیت رو انجام بدن. بنابراین این مسئله ای نیست که نشدنی باشه و این یک درست است، ممکن است یک شبهه ای هست که بین مردم میفته که حالا خب حجاب دست واگیر است، به هیچ عنوان نمیشه کار رو درست انجام داد. ولی نمونه های وقتی که نمونه هایش رو موفقش رو ما در اجتماع میبینیم در هم ثابت میشه که پس شدنی است. پس این شدنی نیست، اگر امر محالی بود این افراد نمیتوانستن خب به این شکل موفق در اجتماع ظاهر بشن. زنانی بودن که در رشته های مختلف علمی اومدن، در حتی در عرصه های ورزشی، حتی ما میبینیم زنان محجبه را داریم در کشورهای مختلف اسلامی، زنان محجبه ای که در رشته های خیلی بسیار سخت ورزشی هم حضور پیدا کردن. یعنی اسلام به هیچ عنوان زن را مقید و محصور نکرده، درست است در محدود کرده، یعنی یک سری محدودیت ها و قوانین رو برای خود زن، برای که او به نفع خودش هست اون محدودیت ها رو مقرر کرده، ولی او را از فعالیت ها منع نکرده و به هیچ عنوان این بهانه‌ای نمیشه که بگیم خب
حالا چون من نمیتونم خب حجاب رو تحمل کنم و این نمیتونم به سر کار برم و خرج مخارج زندگیم در بیارم، بنابراین خب این از من ساقط میشه، خب من مجبور هستم برم سر کار، چون زن مجبور نیست خب بره سر کار. یه خب زن هیچ ضرورت، اول زن اسلام به زن گفته خب تو هیچ ضرورت نداره که بری سر کار، ولی خب این زن میگه خب من مجبور هستم. چرا؟ چون شوهر ندارم، مجبور هستم در شما مشغولی کار بشم. یا ممکن دلایل دیگه باشه خانم عالمی بزرگوار، شاید که راه های شکوفا کردن استعدادهای او زن محدود باشه، در خانه نتونه او کار انجام بده، مثل خانم هایی که برای تحصیل به دانشگاه میرن. خب این میتونیم بگیم که تو ضرور نداره که در دانشگاه بره، در خانه بشین، ولی خب اگر راه های تحصیل و کسب علم که طلب العلم فریضتون علی کل مسلمین و مسلمتن، بر هر زن و مرد مسلمانی واجب است که به دنبال علم بره، وقتی میبینیم محدود است نمیتونه که در خانه به این مسئله برسه، میتونه که در بیرون از خانه بره، در اجتماع حضور داشته باشه، به دانشگاه بره، به مکتب بره، اما با رعایت همین قوانینی که شما فرمودید، قواعد حجاب. حتی در مباحث قطعا همینطور هست، یعنی در مباحث دیگه هم هست، حالا غیر از بحث تحصیل و یا اشتغال، در مباحث سیاسی حتی زنها میتونن خیلی راحت و بدون هیچ مشکلی در جامعه با رعایت اون حدودها ظاهر بشن و به فعالیت های سیاسی و فرهنگی به انواع فعالیت ها بپردازن، ولی به شرطی که این فعالیت ها خب نقض نکنه او حدود و مقرراتی که حجاب برای او تعیین کرده. بله خانم عالمی، ممکن یک نفر مرد با خودش فکر کنه من امیره قبول دارم که همسر از من، دختر از من، خواهر از من، از لحاظ اسلام و از منظر اسلام هیچ منعی برش وجود نداره اگر حجاب کامل رعایت بکنه، اگر یک خانم متین موقر باشه، اما شرایط و حدود حجاب را که شما در برنامه گذشته برای بینندگان از ما مطرح کرد، اگر اونها را رعایت بکنه، در اجتماع حضور داشته باشه، حتی یک منصب سیاسی بگیره، من اسلامی وجود نداره. اما وقتی با جامعه نگاه میکنه و مردان جامعه نگاه میکنه ای که اگر همسر از ما حضور در اجتماع داشته باشه، ممکن حتی با همین حجاب و با همین لباسی که پوشیده، با همین پوششی که داره، مورد آزار و اذیت مردان دیگه قرار بگیره، خب ننگی که این مرد در درون خودش و غیرتی که داره اجازه نمیده که اجازه بده که همسر خودش یا دختر خودش را یا خواهر خودش را که بیرون از خانه بمونه اینها در جامعه حضور داشته باشن. چه پاسخی برای این مرد میتونیم بدیم؟ این برمیگرده به همون بحث اختلاط زن و مرد هست. وقتی که اسلام گفته تا جایی که امکان داره از اختلاط های غیر ضروری زن و مرد پرهیز بشن، یعنی زن و مرد خب به هر حال ناگزیر هستن در برخی موارد، به طور مثال وقتی از خیابان عبور میکنن که دیگه نمیتونه خیابان ها رو ما تفکیک کنه، بگیم که قسمت خانم ها رد بشه و از قسمت مرد ها آقایان. برخی اختلاط ها ناگزیر هست، این وجود داره در اجتماع، چه ما بپسندیم و چه مثلا موقت و گذرا هست، یعنی اونطور نیست که ممکن است این اختلاط ها بگیم برای زن و مرد آسیبزا هست. اما بسیار از اختلاط ها رو ما خودمان در اجتماع به وجود می آوریم. این اختلاط هایی که به طور مثال همین برای امر تحصیل، خب این مردی که این استراب و نگرانی داره که خب فرزند من، دختر من حالا به یک سن 18 سال رسیده، یک سن بسیار حساسی هست، خب دختری که تا 18 سالگی خب در مکتب درس خونده، مکتبی که خب هیچ پسری رو ندیده، همیشه در یک محیط صرف زنانه و دخترانه تحصیل کرده، معلم های او همه خب زن بودن، از جنس خودش بودن، هم کلاسیاش اینا همه در محیط کاملا زنانه بودن، و حالا که در یک سن بسیار حساس و خب سن نوجوانی رسیده، در این سن این دختر میخواد خب دوست داره خب شکوفا بشه، به قول شما اینها دوست دارن استعدادهایشون را شکوفا کنن و از استعدادشون بهره ببرن در اجتماع، میخواد بره وارد دانشگاه بشه. خب پدر این دختر خیلی نگران هست، میگه خب این دختر من 18 ساله که ای با هیچ جنس مخالف ارتباط نداشته و حالا در این سن حساس قرار هست که وارد یک محیط آموزشی متفاوت بشه که در اونجا جنس مخالف
دقیقا مثل خودش در یک سن، او هم در یک سن حساسی هست. خب این واقعا نگرانی ها وجود داره. خب این اختلاط هایی که در اجتماع ما به وجود می آوریم، همین اختلاط ها ممکن است خب زمین ساز خیلی از نگرانی هایی که واقعا بی جو و بی مورد هم نیستن. واقعا ما الان می بینیم که خب افراد وقتی که وارد دانشگاه میشن، خب هم دختر هم پسر، نه پسرها هم دختر رو ندیدن دیگه، اونها هم در یک محیط صرف پسرانه خب درس تحصیل کردن، اینها هم برای اولین بار خب یک جنس مخالفشون میبرن، دخترها هم همینطور. خب اینها در یک محیط وارد میشن که بسیار باز هست، اونها تا شاید قبل از اینکه وارد دانشگاه برشن خب هم دختر و هم پسر بدون اجازه والدینشون خب شاید نمیتونن خیلی جاها برن دیگه، مخصوصا دخترها. این برای دخترها بیشتر اثر میکنه که همیشه خب شاید همراه والدینشون به جایی میرفتن و اینها برای هر کاری خیلی محدودیت داشتن، یعنی از طرف خانوادهشون و حالا به یک آزادی دست یافتن، یه به یک آزادی رسیدن که این آزادی رو واقعا نمیدونن که چه شکلی از این آزادی استفاده کنن. اینا حتی آموزش هم ندیدن خب که وقتی که وارده، خب چه نوع آموزشی میتونن در محیط مدرسه دیده باشن که وقتی وارد دانشگاه بشن خب این دختر ما، این پسر ما حالا که در این محیط آموزشی که با جنس مخالف قرار گرفتن، اینا چطور تمرکز کنن بر روی مسائل علمی که هدف او دانشگاه هست. دانشگاه اول هدفش این است که به لحاظ علمی دانشجو خب اونجا رشد کنه. بله. جوانان ما رشد کنه. ولی ما میبینیم که خب اینجا عوامل دیگه هم هست. همین خود دو جنس مخالفی که برای اولین بار خب همدیگر رو اونجا میبینن. خب این خیلی مسئله مهمی هست. دختری که تا حالا در مقابل مردها یا پسرا خب ممکن است صحبت نکرده باشه، خب این ممکن است اصلا هیچ وقت اعتماد به نفسی این رو پیدا نکنه که سر کلاس صحبت کنم، ممکنه بهره علمی کافی رو از اون محیط علمی نبره. یعنی پیشنهاد شما چیز خانم عالمی بزرگ؟ من فکر میکنم که یکی از مشکلات خیلی بزرگ مملکت ما این هست که اختلاط غیر ضروری در اجتماع خیلی زیاد هست. چه ما از دانشگاه، چه در ادارات هست، در ادارات دولتی و غیر دولتی فرقی نمی‌کنه، در ارگان‌ها، در شرکت‌ها، اینها ما می‌بینیم که همیشه زن و مرد در کنار همدیگه مشغول به فعالیت هستن. یه چیز غیر قابل انکار هست. این ما حضور زن رو در اجتماع نمی‌تونیم این رو منکر بشیم. یعنی واقعا قبول داریم اسلام هم این مجوز رو صادر کرده و نیاز جامعه هم هست. یعنی ما نیمی از استعدادهای جامعه ما جامعه زنان هستن که در قسمت‌های مختلف باید اونها حضور داشته باشن. اگر حضور نداشته باشن جامعه واقعا فلج میشه. یعنی دکتر زن ما نیاز داره، ما نیاز به اساتید استادهای زن داریم، نیاز به بسیاری از مشاغل هستن که به دست زنان هستن. نه. اما شکل حضور زن و مرد در اجتماع باید طوری باشه که این اختلاط تا جایی که امکان داره، نه اینکه بگیم که حالا قطعا باید اینها همیشه بین زن و مرد یک دیوار یا یک پرده بشه، تا جایی که امکان داره از اختلاط های غیر ضروری پرهیز بشه. زن و مردی که خب از ساعت کاری که شما فکرش بکنید که اینها از صبح که میرن به سر کار، حالا به سر وظیفهشون برن و در یک اداره تا هنگام غروب، خب یک ساعت تایم خیلی زیادی هست واقعا، از شاید از حضور در خانواده خودش خیلی بیشتر باشن. وقتی این زن و من میبینید در دو تا صندلی روبروی مقابل همدیگه خب از 8 ساعت، 7 ساعت، 6 ساعت اینها با همدیگه در ارتباط و کانتکت هستن و اینها با همدیگه ارتباط دارن، خب شما تصور کنید که واقعا چی پیش میاد در یک اتاقی که فقط یک زن، حالا یک زن یا دو زن یا یک مردی باشن. اینها ممکن هست، ما نمیگیم حتما، نمیگیم قطعا، ممکن هست در روابط اونها چیزهایی پیش بیاد که مسائل خانوادگیشون رو تحت شعاع قرار بده. چون فکر میکنن تا جایی که امکان داره باید تسهیلگری شود که اختلاطهای بین زن و مرد کمتر شود، اختلاط‌های غیر ضروری زن و مرد کمتر شود، برای که وقتی که ارتباط بین زن و مرد نامحرم به صورت طولانی مدت برقرار شود ممکن که مشکلاتی هم ایجاد شود. ممکنه قطعا
ممکن است، خب ممکن هست، ما نمیگیم که قطعا همینطوری هست که، ولی خب این امکان قوی هست، این امکان نیست که امکان ضعیف باشه بگیم که نه اینطور نیست، حالا مشکلی پیش نمیاد. واقعا همینطور است. ما الان شد در یک برخورد یک لحظه‌ای وقتی زن و مرد با هم دیگه برخورد میکنن، اون یک برخوردی هست که ممکن است خب این زن و مرد در یک ساعت، حالا چند دقیقه، یک چند لحظه با هم صحبت میکنه و میره تمام میشه. در برخوردهای عادی که مثلا ما یک مثلا میخوایم بریم بانک یا یک کار اداری که یک جای داریم با یک جنس مخالف خب ارتباط داریم، یا با همکار خودمون که به طور مثال رئیس یک اداره هست، خب ما برای هر چند وقتی بودت یک ارتباط با ایشان داریم یا با کسی که ممکن هست زیر دست او کار کنیم، ولی او ارتباط دائمی که با یک نفر داریم، چه در محیط آموزشگاهی، حتی دو تا همکلاس که دارن، یک دختر و یک پسر هست که ممکنه سالها 4 سال 5 سال 6 سال اینها در یک محیط آموزشگاهی در یک کلاس سر یک صنف باشن، اینها خب ممکن است برخی مسائل به اینها شکل بگیره. حالا این چیز غیر ممکنی نیست. بله خب پس ما تا اینجا دو وجه را شما برای از ما بینندگان از ما توضیح دادید در مورد حجاب. اول وجه طرف خانم و دختر خانم است که وقتی که میخواد که یک زن در اجتماع حضور داشته باشه باید حجاب خود را رعایت بکنه. بعد وجه مشترک را گفتید که تا جایی که ممکنه اختلاط بین زن و مرد کمتر باشه، اختلاط ها و روابط غیر ضرور کمتر باشه. در اینجا و یک وجه سوم وجود داره که وجه مردان است که یک مرد قطعا باید او هم نگاه خودش را حفظ بکنه، همونطور که در قرآن عظیم الشان برش اشاره شده. اگر اجازه بدین خانم عالمی بزرگوار، برنامه چون وقت تمام شده و خلاص شده ختم کنیم، ادامه مباحث را در جلسات آینده داشته باشیم. بسیار تشکر از شما. از شما بینندگان عزیز هم تشکر میکنم. همراه برنامه خودتان بودید عزیزان. با لحظات ملکوتی اذان ظهر با افق شهر کابل هم نزدیک میشیم. ما را از دعای خیر خودتان فراموش نکنید. در پناه خدا باشید. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله.